نه نفر تماس گرفته میشه اسمشون تو همین برنامه ان شاءالله. خب ویدیوش نمیکنن زنگ میزنیم ما باشون صحبت میکنیم. خیلی ممنون آقای جانبخش عزیز، ان شاءالله هرچی کسی موفق باشی. یه سری دوستان به دوستان پخش میزنیم، بعدش با یه بخش که تا حالا در این چند سال 12 سال بهش نپرداختیم در خدمت تو خواهیم بوده. بعدش هم شاروخ بیانی به جمع ما اضافه خواهش از عزیز جانبخش. تشکر. مرسی. اینکه فوتبال محبوب ترین ورزش میون ایرانی هاست بر کسی پوشیده نیست، اما وقتی از فوتبال حرف میزنیم این ورزش رو مختص مردان توصیف میکنیم، غافل از اون که نیمی از جمعیت کشور رو زنان تشکیل میدن. زنان گرچه در استادیوم های فوتبال ما حضور ندارن، اما اونا مشتاقانه از فوتبال مینویسن، اونو به تصویر میکشن، تماشاش میکنن و حتی با وجود تمامی محدودیت ها تلاش میکنن تا فوتبال بازی کنند و افتخارات ملی هم کسب کنند. دختران ایرانی علاقمند به فوتبال پس از انقلاب تونستن از سال 1378 فعالیتشون رو در فوتسال شروع کنند. از سال 84 هم این فرصت رو پیدا کردن تا با حفظ پوشش اسلامی حضورشون در زمین چمن فوتبال رو جشن بگیرند. در این چند سال تلاش‌های زیادی در زمینه توسعه فوتبال زنان در کشور شده، به طوری که در حال حاضر لیگ برتر فوتبال، لیگ برتر فوتسال و لیگ‌های دسته‌های پایین‌تر هم فعالیت دارند. در رده ملی هم تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال سعی می‌کنند حضوری پررنگ در عرصه بین‌المللی داشته باشند. تیم نوجوانان ایران با رسوندن خودش به رقابت‌های قهرمانی آسیا تونست خود را در سطح قاره مطرح کنه. تیم بانوان در شرایطی به مقام نایب قهرمانی رقابت‌های غرب آسیا رسید که با بدشانسی در ضربات پنالتی به امارات باخت. این نتیجه نشون داد اونا در مسیر پیشرفت گام برمی‌دارن، اما هنوز راه درازی دارن تا به یکی از قطب‌های قاره آسیا تبدیل بشن. این تیم هنوز نتونسته حضور در جام ملت‌های آسیا رو تجربه کنه و صعود به جام جهانی المپیک هم با توجه به قدرت تیم‌های شرق آسیا در حال حاضر کمی دور از دسترسه. از طرفی باید به کارشکنی های گاه و بیگاه فیفا هم اشاره کرد. در همین مسابقات انتخابی المپیک لندن از حضور ایران در میدان به دلیل نوع پوشش جلوگیری شد. تیم بانوان ایران امیدواره با حضور در رقابت های بین المللی و کسب تجربه لازم بتونه در آینده به رقابت های مهمی مثل جام جهانی زنان، جام ملت های آسیا و المپیک راه پیدا کنه. بهشت تو این 12-13 ساله که از عمر برنامه 90 میگذره، حق طبیعی بانوان که نیمی از جمعیت ما رو تشکیل میدیم بود که ما در این برنامه بهشون بپردازیم، صحبت کنیم. خب برای خودتون میدونید محدودیت ها هست که به هر طول کشید تا الان در خدمتشون باشیم، به هر نمیشه یه سری تصاویر رو پخش کرد و خودتون دیگه بهتر میدونید وضع به چه ترتیبه. به هر این بخشی از جامعه ما هستن که زحمت میکشن، تلاش میکنن و در عرصه فوتبال افتخاراتی رو هم کسب میکنن. خوشحالم که در خدمت سرکار خانم دکتر شجاعی و خانم نیلوفر اردلان هستیم، مسئول فوتبال بانوان و همچنین کاپیتان تیم ملی فوتسال و فوتبال بانوان. خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم. عرض سلام دارم به بلندای الوند و البرز و وسعت ایران زمین خدمت همه فوتبال دوستان عزیز، به ویژه علاقمندان به فوتبال بانوان، و عرض تبریکی دارم به مناسبت عید سعید قدیر خم به تمام مسلمانان جهان. در خدمتتون خانم اردلان. منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه‌تون و عید قدیر رو به همه همیهنان عزیزم تبریک عرض. هر دو از خانواده کاملا ورزشی هستن. خانم دکتر شجاعی که خودش حالا بازیکن تیم والیبال بودن فکر می‌کنم، بسکتبال خواهرشون فکر کنم هر دو بسکتبال هستن. بعد همسرشون که مسعود خانم پوریدری است که مرز ادب می‌کنیم خدمت ایشون، خانم اردلان که دختر اسماعیل اردلان دروازه‌بان سابقی که اردلان به عنوان مربی دروازه‌بان انجام در واقع وظیفه می‌کنن در عرصه فوتبال. خانواده کاملا فوتبال، خیلی از عزیزان هستن که خانواده فوتبالی ندارن، علاقه‌مند هستن، درست خانم شجاعی؟ ما یعنی همه، نه همه میگم تو الان بازی فوتبالیستا همشون لزوما پدراشون یا همسرشون، نه اینجوری نیست. به هر حال خانواده‌های زیادی هستن که محیط وقتی فوتبالی و ورزشی بوده به هر حال خانواده کشیده شده، و خانواده ما واقعا از اون دست از خانواده هاست که هم دخترم هم پسرم همه خوشبختانه به ورزش رو آوردن و محیط ورزشی در خانواده ما حکم فرماست. برای جام جهانی 98 این تب فوتبال اون که ما به اون شکل در واقع استرالیا فکر کنم اون خیلی نقش داشت در اینکه در واقع بانوان هم به سمت ورزش کشش پیدا کنند. البته این با
برنامه ها این در واقع مثل سال مثلا سال 49 شاید شما به یاد نداشته باشین، ولی وقتی استقلال قهرمان جام آسیا شد بعد از اون یه همچین برنامه‌ای شد و دخترها گرایش پیدا کردن و اون موقع فوتبال بانوان شکل گرفت و یه مدت بسیار کوتاهی تیم استقلال که اون موقع تاج بود و تیم پاس فوتبال بانوان رو تشکیل دادن و بعد از اون هم توی که شما فرمودین به هر حال وقتی بازار فوتبال داغ‌تر شد و گرایش دخترها بیشتر شد نسبت به فوتبال و بعد از همون سال 98 باز فوتسال در وهله اول و بعد فوتبال شکل گرفت و تا کنون هم ادامه داره. فوتبال ساحلی هم از سال گذشته شروع شد. خانم اردن شما فکر کنم به خاطر پدرتون بیشتر گرایش پیدا کردی به فوتبال؟ بله، منم خب چون از خانواده فوتبالی بودم و الانم خب همسرم و پدر همسرم هم فوتبالی هستن. پدر همسرم مربی تیم بازیکن برق شیراز، تیم ذوب‌آهن و تیم ملی امید بودن و همسر خودم هم که ورزشکار بودن و فوتبال رو به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کردن، البته تا سطح جوانان. و امید و فوتبال کلا تو ذات خانوادگی ما بود و به منم به ارث رسید. آره، یه زمان فقط اوایل که راه افتاد همه آتوسا حجازی رو میشناختن به عنوان سمبل بازیکن کماکان، فکر کنم هنوزم خیلی خوبه، یعنی هر وقت بازی می‌کرد وقتی بازی می‌کرد خیلی خوب بود که کلی با آتیلا داشتن که کدومشون بهتر بازی میکنه و بعدش هم که نیلوفر اردلان اومد و مطرح شد. الان یه سری بازیکن جوان و دیگه هم اومدن، مثلا توی مسابقاتی که اخیراً برگزار شد مثلا بهترین بازیکن غرب آسیا مریم رحیمی شد از کشور ما. یه توضیح میده خانم شجاعی؟ بله، خب هم ایشون دور مقدماتی المپیک لندن رو خانم گل شد که متاسفانه ما نتونستیم ادامه بدیم و اگر ادامه میدادیم مسلما شاید بهترین بازیکن آسیا هم میشد. چند سالشونه؟ ایشون 17 سالشه. آدم خیلی می‌خواستیم در خدمتش باشیم مثل شهرستان بودن نتونستیم. بله، چون ایشون اهل گرگان هستن و به هر حال سنشون هم کمی سخت بود براشون بیان. و در این مسابقات غرب آسیا هم که بدون شک بهترین بازیکن غرب آسیا شدن و واقعا اگر ما بتونیم مسابقات آسیایی رو داشته باشیم و ادامه بدیم مراحل بالاتر برسیم ایشون شاید بهترین بازیکن آسیا هم بشه. بعد خانم اردن یه سری به اتفاقات رخ داد که اون بازی مقدماتی المپیک، یه توضیح بدید که چی شد دقیقا؟ تو اون دوره از بازی‌ها خب ما با توجه به حجابی که داشتیم و سری قبل اشکان دقیقاً همزمان بله دقیقاً سر همون بازی اولیه که ما با اردن قرار بود بازی کنیم و ناظر بحرینی که اومده بود و داخل رخکن چک کنه بچه‌ها رو، متأسفانه دقیقاً ما با همین پوشش قرار بود بازی کنیم که اجازه ندادن و گفتن که گردنتون نباید اینجوری پیرنتون یقه اسکی باشه در واقع. بعد دیگه اشک بچه‌ها هم گویای همه چیز هست. واقعا من فکر می‌کنم ما تو این دوره از مسابقات میتونستیم که جزء تیمایی باشیم که شگفتی ساز باشیم. خب بالاخره تیمای تایلند و ویتنام هم وجود داشتن، خب اونا مال شرق آسیا هستن و نسبت به تیمای غرب آسیا خیلی قدرتمندتر هستن، ولی من فکر میکنم ما میتونستیم تو این دوره از بازی شگفتی ساز باشیم و حداقل جزء دو تا تیم اول باشیم. با اینکه توی این 5 تا تیم یه تیم صعود میکرد، ولی خب ما خیلی شانس داشتیم برای اینکه بتونیم خودمون رو به عنوان یکی از برترین تیم‌ها مطرح کنیم. مثلا خانم شده از زمان بازی سنگاپور بود که اون موقع یه کشمکش بین سپ بلاتر و در واقع مسئولان تصمیم ساز در ورزش بانوان ما ایجاد شده بود که اون موقع یه سری اولتیماتوم مثل که داده بودن که آقا یه همچین کاری باید بکنیم. بعد شما توضیح میدید که چه اتفاقی رخ داد؟ در اون مسابقه البته قبلش خدمتتون عرض کنم که ما به خاطر عملکرد خوبمون در سال گذشته نماینده آسیا شدیم در المپیک نوجوانان سنگاپور و به عنوان نماینده آسیا شرکت کردیم و لباسامون رو که فرستادیم برای فیفا هیچ مشکلی نداشت، البته یه ایرادی گرفتن و به جای مقنعه کلاه رو تعیین کردن که در واقع یه پوشش اسلامی مناسبی بود و هیچ مشکلی نداشت. ما روز افتتاح مسابقات هم با ترکیه که بازی داشتیم خود آقای سپ بلاتر تو جایگاه نشسته بودن و گفتن این لباس خیلی سخته باهاش بازی کردن، شما چطور میتونین بازی کنین؟ که به هر حال گفتن شما نمیتونین با این لباس بازی کنین، گفتیم ما ادامه نمیدیم. وقتی دیدن اینجوریه و دیدن خیلی بد میشه افتتاح مسابقاته، به هر حال اجازه دادن و ما بازی کردیم و خودشون تمام بازی رو دیدن. از اون به بعدم خیلی تعریف کردن تو کنگره‌ای که ماه بعد در
فیفا برگزار شد از آقای کفاشیان تشکر کردن و گفتن ایران خیلی خوب ظاهر شد و توی این مسابقات مقام چهارم رو به دست آورد، چیزی که غیر قابل پیش بینی بود و بهتون تبریک میگیم و به تمام کشورام اعلام کردن که ما فرهنگ جدیدی رو وارد فیفا کردیم و لباس اسلامی تیم ایران بود و